دیدبان حقوق بشر به طالبان اعتماد نمی شود واکنش متقی به اظهارات امران خان در خصوص اعزام متخصصان پاکستانی به افغانستان و همچنان در پایان طالبان ریشه و بنیاد آخرین رهبر هزاره ها را نابود کرد به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمده. لطفا تا آخری ویدیو با ما بوده و این کانال رو نیز سابسکرایب نمایید هیتربار رئیس بخش زنان و سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به گفتگوی زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان در پیوند به آغاز مکاتب دخترانه در سال جدید تعلیمی گفته است که طالبان وعده های خود را زیر پا گذاشتند و حرف آنها هیچ ارزش ندارد مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر در صفحه تیترش نوشته است که طالبان در دوها وعده دادند که هیچ محدودیت برای تحصیل دختران و حقوق زنان برای کار وجود نخواهد داشت. خانم بار افزوده است. آنها در افده و در کابل همین را گفتند. سپس بلافاصله فاصله آن وعده ها را زیر پا گذاشتند. او همچنین گفته است که وعده ها و حرف طالبان هیچ ارزشی ندارد. این در حال است که زبیولا مجاید سخنگوی طالبان در گفتگو با اسوشیت پرس ابراز امیدواری کرده که در سال جدید تمام مکاتب دخترانه باز شوند در حال که پس از روی کار آمدن طالبان در بیشتر مناطق دختران بالای سنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدن سخنگوی طالبان گفته که وزارت معارف در تلاش است در سال جدید تعلیمی تمام مکاتب بخصوص مکاتب دخترانه را فعال سازد مجاهد آموزش دختران را مسئله مرتبط به ظرفیت عنوان کرده و گفته است دختران و پسران در مکاتب بر اساس جنسیت از هم تفکیک شوند و افزوده بزرگترین مانع تا کنون یافتن یا ساختن خوابگاه های کافی است یا دختران بتوانند در عین رفتن به مکتب در آنجا اقامت کنند در مناطق پر جمعیت داشتن سنفای درسی جداگانه برای پسران و دختران کافی نیست ساختمان های مکتب جداگانه مورد نیاز است سخنگوی طالبان همچنین گفته است ما مخالف آموزش نیستیم مقررات طالبان در مورد آموزش دختران تاکنون نامنظم بوده و از ولایت به ولایت دیگر فرق می کند. دختران بجاز در چند ولایت از سی ولایت کشور اجازه بازگشت به سنفای درس بالاتر از سنف ششم بر مکاتب دولتی را نداشتند. در کابل پایتخت دانشگاه ها و لیسه های خصوصی بدون وقفه به کار خود ادامه دادند. اکثر این دانشگاه ها و لیسه های خصوصی کوچک هستند. و دختران و پسران همیشه از هم جدا بودند اما زبیولا مجاهد گفته است ما تلاش می تا سال آینده این مشکلات را حل کنیم تا مکاتب و دانشگاه ها باز شوند. واکنش متقی به اظهارات امران خان در خصوص اعزام متخصصان پاکستانی به افغانستان سرپرست وزارت خارجه افغانستان در واکنش به گفته های نخست وزیر پاکستان مبنی بر فرستادن کادرهای فنی آن کشور به افغانستان میگوید که افغانستان نیاز به کادرهای خارجی ندارد با گزارش اسپوتنیک امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان در یک نوار ویدیویی که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود گفته افغانستان کادرها و شخصیت بسیار خوب و تحصیل کرده دارد و حکومت تا هنوز هیچ نوه خلای احساس نکرده که آن را با کادرهای سایر کشورها پر کند او گفته افغانستان در حال حاضر نیاز ندارد که از دیگر کشورهای جهان کسی به اینجا بیاید و کار کند البته که افغانستان مشکلات اقتصادی دارد و جهانیان باید در این خصوص با مردم ما کمک کنند گفتنی است که چند روز قبل دفتر صدر پاکستان با نشر اعلامیه گفته بود که آقای خان هدایت داده که برای دفع بحران بشری در افغانستان به این کشور نیروی بشری واجد شرایط و, و تعلیم یافته در بخشای طب تکنولوژی معلوماتی محاسبه و مالی بفرستد و در این خصوص با کشورهای دوست همکاری دو جانبه را نیز ارزیابی کند نیویورک تایمز نیز نوشته است که طالبان با کمبود کارمندان مسلکی مواجه شدهاند امرالله استاله معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان در واکنش شدید به این اظهارات صدر پاکستان گفته است که گماشتن کارمندان و کادرهای پاکستانی در ادارات افغانستان با معنای اشغال نیمه مستقیم این کشور می باشد. دو مخفیگاه سلا و مهمات مربوط به علیپور در میدان وردک کشف شد. آماش نیوز خبرگزاری دولتی باختر گزارش شده است که قطعات خاص استخبارات حکومت طالبان در ولایت میدان وردک دو مخفیگاه سلا و مهمات مربوط به علیپور یک تن از فرماندهان مسلح در ولسولی بهسود آن ولایت را کشف کردند. در این گزارش آمده است که از این مخفیگاه ها مقدار زیاد سلاح های سبک سنگین یک مترسایکل نظامی دوربین ها بم های دستی هزاران فایر مرمی و مهمات به دست این نیروها آمده است طالبان و همسایگان شمالی از منافع اقتصادی تا نگرانی های امنیتی قضایای اخیر قزاقستان که به اعتقاد رهبران آن کشور عوامل قدرتمند خارجی داشته که بخشی از آن مربوط به افغانستان و گوسیل سیل افراتیون و جنگجویان از افغانستان و خاورمیانه به قزاقستان بوده حراس و نگرانی همسایگان شمالی افغانستان را تجدید می کند و همان گونه که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان در نشست مجازی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نیز تصریح کرده موجب شکلگیری نگاه بدبینانه امنیتی از سوی همسایگان بعد تحولات افغانستان می شود امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان در نشست مجازی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی پیشنهاد کرد که یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان ایجاد شود آقای رحمانی در صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد امنیت در مرزهای این کشور با افغانستان صحبت کرده است او در نشست پیمان امنیت جمعی گفت به طور کلی بر اساس استخبارات تاج تاجکستان بیش از چهل کم و مرکز آموزش تروریست ها در ولادهای های شمال شرقی افغانستان وجود دارد که بیش از شش هزار شب نظامی را جای داده است. آقای رحمان افزوده که وضعیت در مرز تاجکستان و افغانستان هر روز پیچیده تر می شود درگیری های درست در امتداد مرز با تاجکستان اتفاق می افتد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اخیرا بارها درباره خطر سرازیر شدن اسلامگرایان افراطی به منطقه بعد از تحولات افغانستان هجار داده است از اینکه تا ایندم با ما بوده جان سپاس برای ویدیوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب نمایید شبتان خوش